آقا چرا بخاری ماشین من دیگه مثل قبل داغ نمیکنه؟ دوستان توی این ویدیو میخوایم سه علت مهم که باعث میشه بخاری ماشینتون خوب داغ نکنه و توی زمستون ماشینتون سرد باشه رو خدمتتون عرض کنیم، پس افتخار بدید در ادامه با ما همراه باشید. خیلی مخلصیم. عرض سلام و عرض ادب خدمت رفقای گل گلاب خودمون در تعمیرگاه برق خودرو حاجیان. رفقا، اولین مورد که باعث میشه باد بخاری خیلی داغ نباشه گرفتگی رادیاتور بخاری ماشین شماست. سیستم تهویه مطبوع ماشین شما یک قطعه مهم داره به اسم رادیاتور بخاری که مایع خنک کننده یا همون آب رادیاتور از بلوکه سیلند میاد توی این رادیاتور میچرخه و خارج میشه، باز بر میگرده داخل بلوکه سیلند. در اصل میاد داخل این رادیاتور گردش انجام میده و رادیاتور بخاری ماشینتون رو داغ میکنه. این داغ شدن پره های رادیاتور بخاری باعث میشه که بخاری ماشینتون یک باد داغی به شما تحویل بده. پس اگه این رادیاتور بخاری ماشینتون گرفتگی داشته باشه یا لولای داخلش کیپ شده باشن، بخاری ماشینتون یک باد داغی به شما تحویل نمیده توی زمستون. حالا راه حلش چیه؟ راه حل اینه که شما باید دوتا لوله ورودی و خروجی رادیاتور بخاری رو باز کنید، شیلنگ‌هاش رو در بیارید، حالا یا با فشار آب یا با مایع جرمگیر اقدام به رسوب زدایی و شستشوی رادیاتور ماشینتون بکنید. در ادامه اون دوتا علت رو هم خدمتتون عرض میکنم و محل قرارگیری لوله های رادیاتور بخاری رو توی دو سه تا موتوری که بیشتر استفاده میشه خدمتتون نمایش یا نشون میدیم. دوستان، دومین علتی که باعث میشه توی زمستون بخاری ماشینتون خیلی داغ نکنه ایرادهای مربوط به ترموستات ماشینتونه. ترموستات ماشین یک قطعه خیلی مهم توی موتور ماشین شماست. اگر این ترموستات در حالت دائم باز قفل شده باشه یا خراب شده باشه یا نرمالی اوپن مونده باشه، باعث میشه که دمای مایع خنک کننده موتور خیلی بالا نیاد و در نتیجه بخاری داغی نداشته باشید. بعضن بعضی از عزیزان میان اول تابستون یا اول فصول گرم سال ترموستات رو بر میدارن، یک ترموستات دمای پایین میذارن. این جابجایی ترموستات و گذاشتن ترموستات دمای پایین باعث میشه که توی زمستون بخاری ماشینتون خیلی داغ نباشه. هرچند این جابجا کردن ترموستات، یعنی اگر شما اول تابستون بیاید یک ترموستات دمای پایین بذارید، کار خوبی کردید و جلوی داغ شدن و حرارت بیش از حد موتور ماشینتون رو میگیرید. ولی اگر این کار رو کردید و ترموستات دمای پایین گذاشتید برای تابستون، اول زمستون این ترموستات رو بردارید و یک ترموستات دمای بالا بذارید روی موتور. دوستان، سومین علت که باعث میشه بخاری ماشینتون خیلی باد داغی به شما نده هوا گرفتن رادیاتور بخاری ماشین شماست. اگر توی سیستم خنک کننده ماشینتون، توی جنت‌ها، لوله‌ها، درب رادیاتور، کلن توی مسیر گردش آب موتور ماشین شما اگر نشتی وجود داشته باشه، باعث میشه که رادیاتور بخاری ماشینتون هوا بگیره. وقتی رادیاتور بخاری هوا میگیره، یک بخشی از این پره ها داغ نمیشه، در نتیجه هوایی که از رادیاتور بخاری عبور میکنه خیلی گرم نمیشه و شما توی زمستون بخاری خوبی نخواهید داشت. پس اگر بخاری ماشینتون باد داغی به شما نمیده، اولین کاری که باید بکنی اینه که سیستم رو هواگیری کنی. معمولا توی اکثر مواقع با هواگیری کردن سیستم خنک کننده ماشین مشکل رفع میشه، مگر اینکه جایی نشتی وجود داشته باشه و مجددا سیستمتون هوا بگیره. لوله رو میبینید؟ این توی موتور پرایده. توی تمام ماشین ها این دوتا لوله وجود داره، ممکنه محل قرارگیریشون متفاوت باشه،
ولی توی اکثر ماشین‌ها این دوتا لوله، یعنی ورودی و خروجی رادیاتور بخاری وجود داره. این دوتا بست رو باز کنید، این یه دونه، این دوتا، این جنت یا لوله ها رو بکشید عقب، دسترسی پیدا می‌کنید به این. وقتی جنت ها رو می‌کشید عقب، به این دوتا لوله دسترسی پیدا می‌کنید. شیلنگ آب رو می‌تونید بگیرید روی این یکی، باز کنید، اجازه بدید یه چند ثانیه، یکی دو دقیقه آب داخل این بچرخه و جرم و املایی که داخل اینه خارج بشه. خب میپرسی لوله های شستشوی رادیات بخاری موتور 206 کجاست؟ تیوتری موتور کوچیک. اینها، این اینجا، اینو ببینید، این باتری، باتری، بوستر، این دوتا لوله رو ملاحظه میکنید، یکیش لوله رفت به رادیاتور بخاریه، یکیش لوله برگشت. این دوتا رو باید توی موتور 206 باز کنی، شستشو کنید، ببندید. پیچ هواگیری سیستم خنک کننده پژو 206ه. بعد از اینکه کار تموم شد باید با باز کردن این و اضافه کردن آب اقدام به هواگیری کنی. پیچ دومش هم روی محفظه ترموستات اینجا، این، اینم پیچ دوم هواگیری توی موتورهای 206ه. لابد میپرسی برای موتور XU7 بگو. خب بریم برای موتور XU7 هم بگم. بذارید یه تصویر هنری براتون بگیرم، به همه بگیدی کار ما بود. واو، آخر هنرمندی. موتورهای XU7، این دوتا لولهی که باید باز کنید جهت شستشوی رادیاتور بخاری این دوتاست. ببخشید ما دستمون هم همچین تمیز نیست. این دوتا لوله، این دوتا لوله، این بستا رو باید باز کنید. خب یکیش میشه ورودی رادیاتور بخاری، یکیش خروجی رادیاتور بخاری. تمیز با فشار آب با شیلنگ میذاری داخل این رادیاتور بخاری، حسابی جرم و آلودگی هرچی داخلی زنگ زدگی و آتاشغال هست بیاد بیرون. اون موقع بستا رو نصب میکنید، حسابی محکمش میکنید، آب رادیاتور میریزی تو ماشین و ضد یخ. و اینجا باید حتما هواگیری کنید. این یه دونه پیچ جهت هواگیری، اینم که پیچ دوم هواگیریه. با این دوتا باید حتما هواگیری کنید. از این تمیز کننده های من میتونید داخل رادیات بخاری بریزید، یه 5 دقیقه صبر کنید، فشار آب رو بگیرید و حسابی رادیات بخاری ماشینتون تمیز میشه. انشالله توی راه نمونید. هر جا هستید دمتون گرم.